قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن. دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم می کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان امریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی امریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی آشنای جامعه ایرانی فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. درود بیکران بر شما عزیزانم. با یاد و نام خداوند جان و خرد برنامه رو شروع میکنم و همیشه حواسمون باشه که از اون خرد آگاهی درون خودمون استفاده بکنیم و اونو نادیده نگیریم. امروز اتفاقا من میخواستم در مورد مسئله ای صحبت کنم، این که خانمایی که مرتب با من در ارتباط هم، اولا که میخوام تشکر کنم، چقدر لطف دارین، چقدر واقعا منو در حقیقت آب میکنین، خوشحال میکنین از اینکه به هر حال اون ارتباطات رو با من دارین. توی مثلا اینستاگرام میبینم چقدر واقعا توجه میکنین به اون آرتیکل و پیامایی که من پیامای روانشناسی که میذارم. واقعا من خودم رو مسئول میدونم که اون آگاهی و اون در حقیقت دانشی رو که دارم در خدمت شما و برای شما که میخوام که شماها آگاه بشین. نمیخوام اونا رو اینجا نگه دارم و خستت بکنم از اینکه در اختیار شما بذارم. تمام اون آگاهی ها، تجربه، دانش و چیزهایی که من حدودا 28 سال تحصیل کردم، از دیپلم به بعد حدود 16 سال من تحصیلات عالیه داشتم. پس بنابراین چون هدفمند بودم، دوست داشتم روز به روز دانش خودم و آگاهی خودم بیشتر بکنم و همه این کارا رو کردم. من مثلا 18 سالم بود ازدواج کردم، زیر 20 سال دو تا بچه داشتم و اون موقع رفتم دانشگاه که با دو تا بچه کوچیک شبا این کتاب رو میگرفتم، نصف شب میرفتم توی اتاق پذیرایی اون آباژور رو روشن میکردم و باهاش درس هم میخوندم، هی خوابم میبرد. آدم هدف که میخوام بگم، یعنی نمیتونیم بگیم حالا بچه دار شدیم دیگه نمیتونیم بریم درس بخونیم. حتی مثلا همکلاسی های من که مثلا اون موقع که دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و تمام اینا، دوره لیسانس یه عده ازدواج کردن دیگه ول کردن درس رو. حتی بعضی ها وسط دوره فکر کردن هدف از این که بیان ازدواج، من ازدواج کرده بودم و دو تا هم بچه کوچیک داشتم و میگم زیر 20 سال دو تا بچه داشتم که بعد اومدم و دو سه سال بعد دیگه کنکور دادم و برای دانشگاه شدم. خب میتونیم گولمون رو بالا بگیریم، یعنی گول من این نیست که من ازدواج کنم و دیگه بشینم تو اونجا تو خونه. وقتی که من همیشه شاگرد اول بودم، همیشه معدل دیپلم من 19.64 بود، هم آدم کسی که خب بچه باهوش شاگرد اولیه نمیخواد که دانش و آگاهیش رو همونجا مسکوت بذاره، میخواد که رشد بکنه، میخواد که بیاد. و اون پیام رو من برای همه خانوم ها دارم که حالا
دلیل نمیشه. با سختی میتونه آدم، من با سختی زندگی، بچه های کوچیک دانشگاه رفتم، به اونا رسیدم، به همه چی. یعنی ما نمیخوایم تنبلی رو پیشه بکنیم، لحظه به لحظه برای رشد خودتون همه کاری بکنید. الان بعضی از دوستای من که هم کلاسی های دوره یه مثلا لیسانس هم بودن، الان بعضیشون توی اروپا هن یا جاهای دیگه، وقتی برای من پیام میدن میگن چقدر تو مثلا گول اورینتد بودی، چقدر حواست بود که گولاتو دنبال بکنیم و اینطوری رفتی، درس خوندیم، ماول کردیم، نخواستیم مثلا دیگه ادامه بدیم. خب ببین، آدم بستگی داره به اینکه ما یه زمانی اونجوری آمادگی داریم، وقتی بخوایم رهاش بکنیم تنبلی رو پیشه خودمون میکنیم. اما وقتی که یه هدفی داشته باشین، برای هدفتون همه کاری میکنین، یعنی دوست دارین که به اون رشدی که دیزر لیاقتشو دارین برسین. الان من خیلی خوشحالم که اینجا جلوی این دوربین میتونم پیامای مفیدی بهتون بدم، از دانش آگاهی و خودم برای بهتر زندگی کردن شما استفاده کنم. من اتفاقا خانمایی که این تو این هفته گذشته با من تماس گرفتن از ایران، و بعد من گفتم خانم دکتر شما بگین که من شوهر من منو نمیدونم میزنه، اینقدر الان مثلا 26 7 ساله دارم باش زندگی میکنم، دو تا بچه دارم یا سه تا بچه دارم، اینجوری موندم. گوش بده، موندم که بچه‌هام بی پدر نشن، این همه فحش و نمیدونم اشکالاتی که همسرم بر من فراهم کرد و من همش مثل کنیز در خدمتش بودم، همه اینا رو تحمل کردم که بچه هام چیز نشن. من نمیفهم، بچه ها رو ما بدبخت میکنیم دیگه، وقتی که توی شرایط وحشتناکی دارین زندگی میکنین، کتک و کتککاری و بچه ها. میخواستم بچه ها چیز نشن، و بعد به بچه هام هم گفتم این پدرتون خیلی آدم خوبیه، بهش چیز کنی، شما همیشه احترام بذارید. یعنی همینطوری آدم ما تو متحیر میمونه که اون آدم، اون خانوم هیچ ارزش و بهایی برای خودش قائل نبوده تا الان. حالا داری گله میکنه اینطوری. ببینید، یه پیغامی که من برای شما دارم، یه تکنیک و روشه، و اون اینه که وقتی شما یک رفتاری رو داریم مرتب تکرار میکنیم، حالا رفتارتون با همسرتون، با بچه‌تون، من نمیگم آقایین یا خانم، هر کدوم که هستین، هر رفتاری رو که شما دارین با بچه‌تون، با همسرتون میکنین و اون رفتار پاس جواب نمیده، دعوا رو میفته، حرف چیز میشه، شما جواب میده، اون جواب میده، حالا یا شما کوتاه میایین، قهر میکنین. و این پیغام من اینه که اگر یک رفتاری رو دارین مرتب هر روز تکرار میکنین، یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، اسیرین گریه میکنین، میرین دوباره فردا همون میایین اطاعت میکنین. مثلا خانمایی که الان با من در ارتباط بودن، شوهرمون به ما توهین کرده، ما حالا سالها باهاش زندگی کردیم، الان حالمون خیلی بده، چون میبینیم که چقدر مثلا مورد ظلم قرار گرفتیم. کی باعث شده؟ با چه رفتاری من ادامه دادم؟ ببینیم وقتی که شما میبینین اون همسر حالا خشمگینه، اگه شما پاسخ بدین یا جواب اونجوری بدین، دعوا میشه، کتککاری میشه. خب یکی از مهمترین تکنیک های روانشناسی اینه که من وقتی یک رفتاری رو میبینم جواب نمیده و نتیجه ای نداره، هر روز یا قهر میکنم یا دعوا میکنم یا حرف چیز میزنم، میخوام یا نصیحتش میکنم نکن فلان، من حالا بد شده. خب اینا رو چقدر بگیم و هر روزم همون پاسخو بگیره؟ خب این میشه من، آگاهی من کجاست؟ چطوری نمیفهمم اون رفتار کار نمیکنه؟ پس حالا بیام یه رفتار دیگر رو، خب نرفتین کمک بگیرین، نخواستین یکی باهاتون به هر حال یادتون بده، حالا یا موقعیت رو نداشتین یا اصلا آگاهی این که میتونین کمک بگیرین،
و بخواین تغییر کنین، رشد کنین. نخواستین دیگه، حالا ادامه دادین، حالا بعد از 30 و خورده سال تازه، مثلا خانم 20 سالش بوده، 22 سالش بوده ازدواج، حالا تازه به این فکر افتادی که من همش مورد تحقیر بودم، نمیدونم کتک کاری میکردم، با من میکرد یا اهانت میکرد. و این خانم یه رفتار خاصی رو مرتب تکرار کرده، حالا یا تمکینه یا بله یا هیچ تغییر در روشی که با اون داشته، یا اعتراض کرده، یه چهار تا جواب داد. وقتی که ما تغییری در روش ارتباطمون با بچه‌مون، با همسرمون، با اطرافیان، حالا خب اونا اونقدر نزدیک نیستن که ما همش باهاشون تو ارتباط تنگ و تنگ باشیم، ولی کسایی که ما باهاشون ارتباط تنگ و تنگ داریم خانوادهمون هستن، خانواده درجه یکی. من خواهر و برادر و مادر پدر و خودمون رو نمیگم، میگم همسر، فرزندان، اینا خانوادن، اینا درجه اولن. نه اینکه مثلا مادر یکی به پسرش میگه تو مثلا بایسته حتما توی مهمونی من باشی، حالا آقا مثلا کارش یه جوریه که بایستی مثلا تا 11 شب کار کنه، و اون آقا فکر میکنه مادرم چون دستور داده پس من برخلاف تمام اینا به زور نصف شب زن بچه رو بردارم ببرم که چون مادرم دلگیر میشه. مادر درجه دوست. ببینید مهم یادتون باشه خانواده ما، همسر، فرزندان، اینا نهاد خانواده است و مهمترین نهاد جامعه و کوچکترینش خانواده است. خانواده تشکیل میشه از زن، شوهر و فرزندان. اما درجه دوم پدر، مادر. مادر من مثلا گفته یا پدر من گفته باید اینجا باشی، هر هفته فلان کار رو باید با ما بکنی، و این اعتراضاتیه که خب با من دارن وقتی انجام میدم. میبینم اون پسرم میگه آره، خب چیکار میکنن از این مسئله برای اینکه اون پسر رو تحت تاثیر قرار بدن؟ ما این همه برای تو زحمت کشیدیم، بزرگت کردیم، حالا ما ازت میخوایم که اینجوری اونجوری. یعنی فیل گیلتی میدن، احساس تقصیر و گناه به اون میدن که اگه فکر کنه گوش نده. نه، همچی چیزی نیست. خانواده اصلی همه شما همسر و فرزندانتونه. دوم دیگه پدر مادر، احترامشون واجبه، ولی خواسته های نابجاشون رو برای چی میخواین اینقدر بهش گوش بدین؟ شوهر، پدرم گفته، مادرم گفته، مثلا آقایون که الان اشکالاتی که توی این مسئله با من در ارتباط هستن اینه که اون آقا دیگه تمکین میکنه و به زور تسلیم مثلا خواسته های مادرش یا خانوادش میشه، برخلاف اینکه همسرش خب با این مسئله موافق نیست. ما اولین فردی که درجه اولو داره همسرمونه، بعد میاد اونا، چون با نه با ما زندگی میکنن نه میتونن برای ما تعیین تکلیف کنن. حالا من نمیدونم تو ایران چقدر اینا روابط اینجوریه که میخوان حکم فرمایی کنن برای مثلا پسرشون که زن داره و بچه داره، برای دخترشون که شوهر داره، به هر حال بیان دستور بدن این کارو بکن، اون کارو نکن، باید اینجا بیای، مهمونی های ما بیای، اونجا نیای، ما ناراحت میشیم، ما رو دلخور نکن، دلگیر نکن، و اینا رو فیل گیلتی و احساس تقصیر و گناه میدن. پس بنابراین هر وقت که یه رفتار اشکالداری رو شما دارین مرتب انجام میدین و نتیجه نمیگیرین، باید چنجش کنین، روش ارتباطتون رو با اون فرد تغییر بده. ولی معمولا خب همسران هستن، مادر با فرزند، چون مادر همیشه مسئول بچه است. وقتی میبینه بچهش با اون روش داد و فریاد و تنبیه و توبیخ و اینو بگیرم اونو بگیرم ازت فایده نداره، روش درست رو بعد انتخاب کنین، کمک بگیرین، برین بپرسین
یه رفتار اشکالدار رو مرتب تکرار میکنین، اختلاف با همسرتون یا بچه‌تون هزار اشکال داره و باز هم همینطوری کانتینیوینگ ادامه میدین تا اینکه به اونجا برسه که هر دوتاتون دیگه انقدر روها به هم باز شه، کتککاری بشه. من اینا رو دارم در حقیقت بهتون توصیه میکنم کمک بگیرین و فکر نکنین یه روشی که جوابش دعوا و مرافع و پرخاش و خشم و کتککاری و آخر به اینجا منتهی، این روشتون درسته. ما میتونیم یه رفتار جدیدی رو تمرین بکنیم و ببینیم که چقدر پاسخ میده. به هر حال اگر تلفنی دارین زنگ بزنین، سوالی دارین سوال کنین که برای دیگران هم میتونه تاثیرگذار باشه. حالا همتون میگین آخه چون شما حرفاتون رو نمیخوایم قطع کنیم، میخوایم گوش بدیم، درسته. خب ولی یه کس دیگه هم که اگر یه مشکلی داره و میخواد مطرح کنه مفیده، برای شما هم میتونه قابل استفاده باشه. در ارتباط با این کتاب جادوی باور یه قسمتی به نام انرژی ذهنی رو من ذکر کردم که ما انرژی ذهنیمون میتونه، حالا تمام این تیترایی که توی این کتاب مطرح شده شما رو اصلا آگاهیتون رو واقعا در مورد خودتون و اینکه چقدر قدرت دارین، چقدر قادرین که خودتون رو تغییر بدین، زندگیتون رو متحول کنین، تمام اینا رو از این طریق میتونین این کار رو بکنین و استفاده کنین، آگاهی خودتون رو بالا ببرین. ببین اینجا من نوشتم که ما وقتی که ذهنمون، انرژی های ذهنیمون رو برای موضوعات منفی زندگی داریم هدر میدیم، انرژی ذهنی خودمون رو در جهت خلاف خواسته های درونیمون داریم هدر میدیم. اون به من اینو کرد، اینجوری شد، من اصلا حالم اینه، مشکل دارم. یعنی تمام کارهایی که ما داریم میکنیم انرژی ذهنی ما رو در جهت منفی داره میگیره. درود بر شما، بفرمایید. سلام علیکم. سلام، درود بر شما. حال شما خوبه خانم دکتر؟ خیلی سپاسگزارم از لطفتون، بفرمایید. خانم دکتر من شما خیلی دوست دارم. آخ جانم مرسی، لطف داریم. منم همتون رو دوست دارم. پیغامایی که براتون میدم، اینجوری باهاتون حرف میزنم، یعنی دلم میخواد همتون رشد بکنین، آگاه بشین، ببینین کجا قرار گرفتین، چه چیزایی شما رو آزار میده و اونا رو تغییر بدین. حالا بفرمایین سوالتون. قبل از اینکه من با شما صحبت کنم میخواستم تکرار برنامه‌تون کیه؟ روزای یک شنبه. شما از ایران زنگ میزنین؟ بله بله، از ایران صحبت میکنم. آقای ما فردا چه ساعتی؟ فردا ساعت روزهای شنبه 1:30 بعد از ظهر ریران، یعنی بازپخش برنامه منه. آها، به وقت ایران شنبه ساعت 1:30. بله، به وقت آمریکا یک شنبه ساعت 6 بعد از ظهر. کسی بله. که تو آمریکا بخواین دوباره برنامه من ببینن، روزهای یک شنبه ساعت 6 بعد از ظهر بازپخش شده. در ایران روزهای شنبه، امروز جمعه است، روز شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر دوباره از همین تصویر ایران میتونیم برنامه منو مشاهده کنیم. خب سوالتون من تقریبا یک ماه پیش باش شما صحبت کردم. من بعد چون من خدا شاهد همون یک از فرداش من دیگه مرتب پای تلویزیون نشسته بودم که بلکه تکرار شما، من تکرار هم صحبتهایی که با شما کردم بشنم، ولی دیگه از دستم رفت تا اینکه یه روز باز که کردم تلویزیون، آخرهای صحبتهای من شما بود. آها. من حالا میخوام این بار صدای نازنین شما، صدای عزیز شما ضبط کنم دیگه، برای همیشه داشته باشم. عزیز من، برنامه های من، همه برنامه های من توی یوتیوب
بزنین هزار بار میتونین ببینین. یا تمام برنامه های من توی وبسایت من drpnizami.com www.drpnizami.com شما برین، شما تو ایران دیگه لازم برای اینترنت هم نیست، برین تو وبسایت من تمام برنامه های تلویزیونی من اونجاست. شما اون تاریخ رو اگر بزنین که کی من با شما صحبت کردم اونو اون تو میتونین ببینین، یعنی تو و یا توی یوتیوب. من وارد نیستم، یه زن سنبالایی هم، گفتم اگر شما خدا نگهرتون داره، خدا بچهتون رو نگه داره، یه بار دیگه با من همون مشکلاتی که داشتم به شما بگم، بیا برای همیشه من این صدا شما رو ضبط کنم بذارم که دیگه هیچ وقت حالم خراب نشه. این فقط همون با تکرار اونا باشه. من میتونی شما با من تماس بگیر جونم. مشاوره زیاد هست داخل تلویزیون تصویر ایران، مشاوره زیاد هست، ولی من به شما ایمان دارم. خیلی ممنون. همه کسایی که خب به هر حال با من تماس میگیرن میگم ما شما رو انتخاب کردیم برای اینکه اینطوری اونطور. خیلی من چون دوست دارم. آقای دکتر هلاکویی هستن، حالا دیگه اسم نمیذارم، ولی من شما رو دوست دارم. من شما نازنین دوست دارم و واقعا میخوام صداتون رو ضبط کنم. دیگه این بشه برای من مرتب تا حالم بد میشه برم سراغ صحبت‌های گفتار شیوای شما عزیزش. قربونت برم، اگه لطف کنی یه بار دیگه برام صحبت کنی. من نمیدم مشکلی چی عزیزم، بفرمایید. من خانم دکتر سه تا بچه دارم. خب یه دونش که سه تا بچه دارم، دو تاش اسکیزوفرنیه. آها. یکیش رو گذاشتم شبان روزی نگهداری میکنه. خب بعد یکیش کاملا به دارو جواب میده. خب تمام کارهای زندگی من انجام میده، تمام کار خونه انجام میده. پسر یا دختره؟ خرید بیرون انجام میده. دخترم فقط همون شبانه‌روز، پسرم اینجوریه. یه کار اسکیزوفرنی هست ولی تمام خرید بیرون داخل. خب داخل. خب باشه، دارو میخوره دیگه عزیزم. دارو استفاده میکنه پسرتون؟ جواب میده، ولی جواب میده. دارو جواب میده. خب بله دارو جواب میده. مرتب اگه استفاده بشه این نوروترانسمیترا رو وقتی تنظیم میکنه، اونا دیگه اون حالتای پارانوید بودن یا مشکلاتی که اونجوری دارن یا مثلا دلوژن و هالوسینیشن و اینا، یعنی تصویر یه آدمی رو ببینن یا یکی تو ذهن باهاشون صحبت کنه، دیگه اونا رو آروم آروم از طریق اینکه دارو میخورن این نوروترانسمیتراشون شروع میکنه به ترمیم شدن. حالا ولی دخترم نه، چون جواب نمیده و منم 62 سالمه دیگه نمیتونم نگهداری ازش بکنم. بله اینو گذاشتم مرکز شبانه‌روزی، هزینه میدم. خانم دکتر یک پسرم دارم، اون سالمه، اون جدا زندگی میکنه از ما. خب پس دو تا بچه معلول دارین؟ سوال من بله دو تا بچه دارم، ولی یکیش مثلا دارو که میخوره مثل یه آدم طبیعی میمونه دیگه. خب دارو خیلی جواب میده و کارهای من شخصی از بیرون گرفته، از داخل همه کارم انجام میدم. من خودم خانم دکتر با این وجود مشکلات من میبینم دوره برم و همه معلول دارن، بچه مریض دارن، بچه زندانی دارن، بچه اعدامی دارن، سه تا چهار تا معلول دارن، قطع نخاع دارن. شما خودتم میدونین کسایی که میان پلتون، ولی من با این وجود هنوز به خودم میرسم و یه تصدایی هم دارم تو مهمونی ها، شاد میکنم، میگم، میرقصم، میخوام زندگی بکنم. ولی یه دفعه میبینیم بعضی ها مثلا خانم دکتر این منو دیوونه کرده، یعنی انقدر تو این مغز دارم میپیچه حرکات ها، یه دفعه میبینیم هم در حینی که مثلا توی مهمانی هستیم بزنه برقص میکنیم و من شاد میکنم همه شون هستم، من هر جا نرم میگم تو اول باید بیای. بعد میبینی یه دفعه یکی میگه تو خدا صبر بده، خدا طاقت بده، عجب با این مشکلاتی که دارید. ولی من میگم که خودم پذیرفتم ولی دیگران نمیذارن. اصلا ما به دیگران کاری نداریم، اجازه بده دیگه در مورد اون زیاد توضیح ندیم. من فهمیدم، یادم افتاد که شما چی مسئلتون بوده. ما به قضاوت مردم چی کار داریم؟ ببین مردم عددی برای اینکه در مورد ما بگن تو چی هستی، تو چی نیستی، یا از ما انتقاد کنن یا از ما تعریف کنن، اینا تأثیری در زندگی ما ندارن. آدم ها ما چطوره که فقط نشستیم
به قضاوت آدم ها توجه میکنیم و ناراحت میشیم که اینو بگه، اگه از من تعریف کنه خوشحال میشیم، اگه تعریف نکنه ناراحت میشیم. تمام اینا چیزهاییه که مخصوصا تو جامعه ایران، اینجا اصلا کسی اونطوری نیست که تو زندگی یکی دخالت کنه یا قضاوت کنه یا یه فیدبک های آنچنانی به آدم ها بده که دل اونا رو بسوزونه. هم یه چنین چیزی در اینجا نیست، ولی در ایران هستش. من حالا در مورد این مسئله باز صحبت میکنم، نمیدونم آقای تلفن هست، بزنین یکی روی خط هست، من با اونم صحبت میکنم ادامه میدم برای شما. درود بر شما، بفرمایی. سلام. سلام. من خواستم بگم که من خسته نباشیم، ببخشید مزاحمتون. نه چرا مزاحم، اصلا من دوست دارم مشکلتون مسائلتون مطرح کنیم و من بتونم پاسخ بهتون بدم. عزیزم باش، عزیزم بفرمایید. من واشخان دکتر. خدا نگهدارتون. من الان حدود از سال 92 یعنی 30 بهمن 92 برادرم از دست دادم. بعد به 45 روز بعدش پسر خانم، یک سال خورده بعدش خالم، بعد بابام. خانم دکتر یعنی افسردگی شدید دارم. خودم هم تحت نظر دکتر هستم. بیماری سر ام دارم ولی الان یه خورده بهتر شدم. خانم دکتر احساس میکنم هیچ که دوستم نداره. یه دو سه بار. چند سالتونه؟ شما چند سالتونه عزیزم؟ من الان 32 سالمه. یه بارم ازدواج کردم، جدا شدم. خب احساس کنم کسی دوستم نداره. یعنی از اون دخترها هم نیستن که خانم دکتر ببخشید مثلا برم پارتی، برم بیرون این و. یعنی پسر رو منظورتونه، منظورتون جنس مخالف دوستتون نداره یا اطرافیان خودتونو میگه؟ نه کلن، چه جنس مخالف، چه مثلا مادرم، مثال دارم میزنم، چه خواهرم، چه خالم. ولی حالا مادر و خواهرم نه، خدای مادر و خواهرم خیلی با هم کنار اومدن، از همه چی با هم کنار اومدن. من خودم تحت نظر دکترم. بعد اصلا میخوام دکتر یه چیزی بهتون بگم، همش استرس دارم، احساس میکنم یه خبر بد برام میاد. خیلی خوب، برای اینکه آدم نگاتیو منفی هستی خیلی باید کار بشه با ذهنت، خیلی باید تکنیک ها و روش های درستی رو یاد بگیری که بتونی تو ذهنت به کار ببندی. و بعد اینکه من دوست داشتنی نیستم، اون تفکر خودته. من با رفتارم میتونم آدم ها رو شیفته خودم بکنم، با لبخندی که با آدم ها میزنم آدم ها به من توجه میکنن. وگرنه ببینیم، من گوش بده، فکر نکن خودت اینا از دست دادی خالم. من توی فروردین سال 2000 مامانم از دست دادم، توی ماه دوم پاییز همون سال 2000 حالا نمیدونم میشه پدرم از دست دادم، بعد 6 ماه بعد زن برادر جوانم یعنی سن 40 خورده‌ای که اونم بر اثر کانسر از دست دادم. بعد یک سالم نشد، من حالا همه رو، البته مادرم و پدرم و ایران بودم، بعد از اون دیگه اینجا بودم. بعد اینجا هم برادر 37-38 سالم اونم پس بنابراین در عرض یک سال نشد 4 تا عزیزترین آدم های زندگی ما از دست دادم. حالا من بشینم گریه کنم تمام عمرم بگم اینا رو ما دنیا میاییم و میدونیم که جاودانه نمیتونیم باقی بمونیم، بنابراین بپذیریم که اگر یه اتفاق اینجوری میفته من بهانه نکنم که من دیپرسم، من هیچکی منو دوست نداره. اگه هیچکی دوستت نداره مطمئن باش خودتو دوست نداری. شما کسی هستی که خودتو دوست نداری. یکی از علتای این که ما افسرده میشیم، حالمون بد میشه و فکر میکنیم که هیچکی ما رو دوست نداره، اینی که من خودم رو دوست ندارم. وقتی من خودم رو دوست ندارم چطوری دیگران میان و اون محبت رو به من نشون میدن؟ چون من تو ذهنم اینه که من دوست داشتنی نیستم، من با ارزش و قابل احترام نیستم. وقتی که ما یاد بگیریم لبخند پذیرش برای آدم ها داشته باشیم، به تمام آدم ها ویلکام بگیم، هر کی میخواد باشه، لزومی نداره با اخم و تخم و بعدم بخوایم شرح قصه هامونو بدیم. نمیدونم یکم مهمترین مسائلی که من الان دارم برای شما مطرح میکنم همه رو یا همتون یادتون باشه، آدم هایی که همش میگن من
مادرم اینطوری شد، پدرم فوت کرد، اون موقع اونجوری شد، این اینطوری اتفاق افتاد. همینایی که مثلا میگن آدم های به این شکل از مردن و اینا رو بقیه میگن ای بابا چه چیزی، چه مشکلات طبیعی بوده، اتفاق افتاده. این آدمایی که دارن از مشکلات خود، اینو حواستون باشه، کسی که میاد و همش داره از بدبختی های خودش با شما صحبت میکنه، میخواد انرژیاتو بگیره. چون شما وقتی دلسوزی میکنید، ما وقتی برای کسی نمیتونیم کاری بکنیم، یه اتفاقاتی گذشته، همونطور که گفتم اعضای خانم، چهار تا از مهمترین اعضای خانواده من در عرض یه سال فوت کردم، و اینکه بیایم از بقیه بخوایم انرژی آدم ها رو بکشیم که آره این اتفاق افتاد، من چقدر مشکل داشتم، نه، یه اتفاقی افتاده، حالا ما با بیان اون آدم ها میخوان شما رو به دلسوزی وادار کنن. یادتون باشه برای هیچ کی دلسوزی نکنی، چون دلسوزی یعنی فضای ذهن شما میره تو دیپرشن، فضای ذهن شما نگتیو میشه و شما دان میشین. میتونین بگیم میفهمم اما زندگی ادامه داره، میتونیم اپتیمیستیک خوشبین باشیم، دیدگاهمونو به زندگی تغییر بدیم. بنابراین من یه تلفن دیگه، چون وقت زیادی هم ندارم، بفرمایید. نه خانم دکتر، من خودم هستم. چطور قد شد تلفنت؟ ببین عزیزم، شما میخوای که کسی دوستت داشته باشه، چه تلاشی کردی برای اینکه کسی دوستت داشته باشه؟ خانم دکتر اصلا کم آوردم، کاری به این چیزا ندارم خانم دکتر. کم آوردم یعنی چی؟ این تکیه کلمی که تو ایران کم آوردم اصلا نمیفهمم. من قرص سر امان حدود 60-70 تا بود، همه رو خوردم، یعنی یه چند روز تو آی سی یو بودم، بیچاره مامانم هم با هم بود، پا به پام پام با هم بود. من فقط دوستم بیام اصلا یه جویم، مثلا مامانم مثلا دکترم میگه فلان روز بیا، نمیرم خانم دکتر، تلاش نمی کنم برای خودم. مثلا کم آوردم خانم دکتر. کم نیاوردی، استرس دارم برای اینکه خود دوست عزیز من گوش بده. مریم دوباره صبح شد، دوباره غم. خب برای اینکه خودتو دوست نداری عزیز من گوش بده، هر وقت من خودم رو دوست ندارم هیچ کی منو دوست نخواهد داشت. من مهمترین مسئله اینه که اول من باید خودم رو دوست داشته باشم، برای خودم ارزش و احترام قائل باشم. هر وقت من قائل نیستم، never ever، هیچ کس اونو به من نمیده. پس بنابراین صبح بلند میشم میگم مریم اونا رو هم نخور. خب یعنی چی؟ یعنی که انقدر من بی توجه و بی اهمیتم نسبت به سلامتی و وجود خودم. ببخشید شکر تو کلامتون، انقدرم خوبی برای همه کردم خانم دکتر، برای همه. خب اما مهرطلبی اجازه بده بله گوش بله. بده ما مهرطلبی گوش بده. الان نمیگن مریم چی کار آره میکنی. آره برای اینکه گوش حالی. بده ما مهرطلبی، مهرطلبا همش میخوان جلب توجه کنن و بعدم پشت سرش چیز میشن، پر توقع بله. میشن. وقتی میبینی یکی دیزرو نیست، لیاقت اونا رو نداره، استاپ، ادامه نده. بله. اما اگه قراره که طلبکار بشه، اگه من بکنم بی قید و شرط، میگم اوکی بله. من بی قید و شرط با شما مثلا حرف میزنم، تراپی میکنم، فردا نمیتونم بیام بگم آقا چرا خانم، چرا مثلا برای من اون کار رو نکردی. تو ذهنت بله. اگه کاری برای کسی میکنی، اگر دنبالش توقع ایجاد میشه نکن، ولی اگر بی قید نشه. نه خانم دکتر، از تای دل انجام میدم. ببین از تای دل انجام میدیم، طلبکار میشی از من. به من نگو شما نمیتونی بر من تعیین تکلیف کنی که من قانون رو بخوام برات عوض کنم. قانون اینه اگه من کاری رو میکنم و در مقابل انتظار پاداش دارم و منتظرم یکی بیاد و همون پاسخ رو به من بده و اگر نده دلخور میشم، دیگه تکرارش نمیکنم. وقتی میبینم اونا دیزرو نیستن، لیاقت این محبت رو ندارن، دیگه نمیرم تکرارش کنم. از زمان میگم خیلی خوب استاپ، میگه فلانی بیا مثلا امروز منو ببر فلانجا، چشم، هفته دیگه بیا ببر، چشم. وقتی که میبینی دارم بهره کشی میکنم و دفعه بعد میگه I'm sorry من وقت ندارم، نمیتونم، استاپ. نمیشه که کانتینیو هی ادامه بدم برم سرویس بدم، هی به آدما توجه کنم و اونا هم
انگار که وظیفه منه و من جیرخار اونم، یا یه طوری دارن میگن خیلی خوب تیک ادوانتج میکنیم، یعنی میایم سو استفاده میکنیم از سو از حسن نیت این آدم. خیلی خوب وقتی میبینیم استاپ دیگه، ببخشید من وقت ندارم، ما باید برم فلان جا، خیلی هم دوست داشتم. ممنون خانم دکتر، زنده باشی، سلامت باشی، به قول خواننده مورد همین علاقم برقرار باشید و سر. ممنونم خانم دکتر. قربون شما عزیزم، مواظب خودت باش. درود بر شما، بفرمایید. رو خط هستم. من قربونت برم. جواب منو بده قربونه. چش چش، جواب شما، جواب شما اینه که اینقدر شما به قضاوت آدما اهمیت میدین، همونطوری که حرفی که منم با همه دارم میزنم. مردم اگه شما هر کاری بکنی، انگشتت هم عسل بکنی، پنج تا انگشت بذاری تو دهنشون، بعد میگه ای بابا اینو کرد. بنابراین اهمیتی نداره که مردم چی درباره من قضاوت، مهم اینه که من انسانیت یاد بگیرم. مثل که من بگم افرادی که من باهاشون تراپی کردم مثلا اینجوری کردن اونجوری کردن، قضاوت آدما مهم نیست، مهم اینه که من ارزش‌های خودم رو زندگی کنم. شما ارزش‌های خودت رو زندگی کن. ارزشاتونه که میخوای خوشحال باشی، بری مثلا تو مهمونی واقعا شاد باشی، آفرین. نمیایید در حقیقت زانوی غم تو بغل بگیری بشینی و گریه زاری بکنی. این اسمش چیه؟ پذیرش شرایط آنطور که هست، اکسپتنس. یعنی مهمترین چیزی که برای همه شماها لازمه که انجام بدین، همه کسایی که الان دارن صحبت های منو گوش میدن، پذیرش اوضاع احوال آنطور که هست، نه اینکه آنطور که من میخوام چون نشده شروع کنم قصه خوردم برم توی دیپریشن خودم رو آسیب بزنم. وقتی من میپذیرم که این موضوع اتفاق افتاده هست، حالا همه انتظار دارن شما بری گریه زاری بکنی، چون تفکرشون اینجوریه که هر کی قصه ای داره، بچه مریضی داره، اینم مثل اون مریض. یکی از اشکالات جامعه ایرانی اینه که فکر میکنم ما با مریض باید مریض شیم، با آدمی که دیپرسه دیپرس شیم، یعنی بگیم که پس من به تو کر میکنم، توجه دارم. نه، شما باید دارو و درمان اون آدم مریض باشین، نه اینکه عین اون بشین برین تو فضای اون و حالتون رو مثل اون بد کنیم. بعد مردم میگن چقدر این انسانه، چقدر این دوست داره مثلا مادرش و بچهش. نو یعنی دیگه بدترین نوعی که ما میتونیم ریسپاند بدیم برای کسایی که مثلا مریضن، مشکل دارن و ما هم اینا همونا بغل دستشون بخوایم بشینیم. یه ضرب مثلیه میگن یه کسی که رفته بود بیمار رو، حالا دخترش بود یا هر کی بود، رفته بود که از بیمار مراقبت کنه، انقدر بالای سر بیمار گریه کرده بود صبح خودش از بین رفته بود. ببینین این نیستش که ما کاسه ازش دختر بشیم، یکی مریض، ما بیایم تمام اون اشکالات رو تو وجود خودمون و قصه بخوریم اگه نکنیم. این آخه تفکر جامعه ایرانیه که اگه تو قصه دار نباشی، خودت تو سرت نزنی که مادرم مریضه، اینه من اکسال اولای اینجور نشون نده، فکر میکنی اونا میگن چقدر این بیمحبته. همچی چیزی نیست. من لزومی نداره که به خاطر اینکه یکی از نزدیکان اینطوریشو گفتم بهتون، چهار تا عزیزترین من تو اون سال 2000 از بین رفته، اما این نیست که من بیام بخوام خدا بیامرزشون، خدا بیامرزه رفتگان هم. پس ببینی این نیستش که من بیام هی همه رو واسه همه تعریف کنم که اونا به من دلداری بدن. پذیرش این که روحشون شاد، جاشون خوبه، خوبیاشون رو یادمون بیاد، هر وقت که حرفشون میشه ازشون به خوبی یاد بکنیم. این نیست که من همش بزنم تو سرم تا 5 سال قصه بخورم که چنین اتفاقی افتاده. مهمترین مسئله اینه که تو زنده ای، تو مسئولیت های خودتو انجام بده. حالا قصه برای کسی گرفته و کاری نمیتونی بکنی، یعنی داری میخوای جلب توجه بکنی، بگی وای من انقدر رو این مسئله حالم بده که همه بگن خب این مثلا اینجوری شد. یادمون باشه ما همش داریم بازی برای آدم های دیگه میکنیم.
که بقیه چی قضاوتی دارن، اونا درباره ما چی میگن، اونا یا ما رو تایید میکنن یا نه. اون که خود روحشون شاد، اونایی که فوت کردن، به اونا اونقدر فکر نمیکنیم که عکس العمل آدمای دیگر رو میخوایم ببینیم. پس خانم دکتر مرتب شاد باشم، به خودم برسم. آفرین آفرین، ببین روحیت عالیه. بگو ببینم، بگو کاری که داری میکنی که بقیه یاد بگیرن. شما من خانم دکتر، من الان میگم خانم دکتر یه سوال از شما دارم. میگم که این وقتی میبینن همه که به قول شما عزیزترین کس رو از دست دادیم و معلولیت هست و تا ستا من دیدم بچه هاشون اعدام میکنن، بچه قتل هم، بچه را برمیگردن اینجوری میگن. خانم دکتر به اونا چی کار دارین؟ ببین شما یک آدمی هست که میخوای کنترل ذهن آدم ها رو، زبون آدم ها رو دستت بدی. میبینن چرا میگن؟ بگم چرا نداره میبینن. اون آدم باید جوابش اینه که خواهش میکنم در مورد این مسئله صحبت نکنین، من روش خودم رو دارم زندگی میکنم. استاپ کنین آدم ها رو که فضولیاشون رو انجام ندن. فهمیدین؟ ببینین من هستم که به آدم ها اجازه میدم بیان دخالت کنم، به من بگن اینو بکن اونو بکن، به کسی ربطی نداره که برای من تعیین تکلیف بکن. شما روش خوبی رو انتخاب کردی، داری زنده بودن تو زندگی میکنی. ما که نمیتونیم با بچه های بیمارمون بیمار بشیم بریم توی بیمارستان بخوابیم یا با اونی که فوت کرده بریم تو قبر. این تفکر ایرانیه که بشین دای عمر داری تو سرت بزن یا قصه بخور که این اتفاق افتاده. همون کاری که میکنی برای اینا عجیبه. میگن من خانم دکتر من به بچه هم میرسن در کنارش. الان من 62 سالمه، متولد 35 هم. آفرین. لاکن ناخونم رو میزنم، آرش میکنم، موام مرتب نمیذارم سفید بشه، رنگ میکنم، هر جا میرم بقیه یاد بگیرن، بقیه یاد بگیرن. ولی حالم رو میگیرن بعض موقع حالم رو میگیرن. نه اصلا به حرف من معلومه، یکی میگه چرا اینجوری کردی، اون یکی میگه چرا اونجوری. ما دلغکیم به حرف آدمای دیگه گوش بدیم؟ یعنی اونا برای من تعیین تکلیف کنن چیکار باید بکنم؟ باید استاپشون بکنین، بگه خواهش میکنم در مورد این مسئله صحبت نکنین، من هیچ گونه نیازی به نصیحت و حرفای شما ندارم، استاپ. قوی باشین، چون وقت من تموم شده. آقای مهندس اندرو هم به من تذکر دادن بعد بریم، برنامه بعدی شروع میشه. مواظب باشین که اسیر حرف آدم ها نشون. در کنار مشکل کل اصلا من خودم رو نمیگم، در کنار همه مشکلات باید آدم به خودش برسه، به زندگیش برسه. آفرین آفرین آفرین، درود بر شما. ما زنده ایم، ما که با اون آدم ها تو قبر و تو بیمارستان نرفتیم. ما باید خودمون زنده بودنمون رو زندگی کنیم و به آدم ها امید بدیم و شادی بدیم. پس این مسئولیت منه به عنوان یک انسان به جسمم برسم، به روانم برسم، به سلامتیم برسم. این خودخواهی نیست، این یعنی این که خود دوست داشتنه. یکی از مهمترین چیزا اینه که من خودم رو دوست داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی اهمیت برای خودم. تا موقعی که خودتو دوست داشته باشی هیچ کس دیگر رو نمیتونی دوست داشته باشی. و من به همه تون به هر حال درود میفرستم و به خانم برم. خانم دکتر شما خیلی ماهید، خیلی گلید، عزیزید، خیلی دوستتون دارم. منم همه تون دوست دارم. ایشالا که همیشه موفق و سلامت باشید. جونم مرسی، خیلی ممنونم ازتون. روح ماهیت میبوسم خانم دکتر، روح ماهیت میبوسم. قربونتون برم، منم همینطور. میتونین کتابای منم از www.drparvinnizami خانم دکتر باید که همه مردم دنیا مثل شما بوده. آخه خب میتونیم الگو قرار بدیم. آها خب الگو قرار بدین، اگر کسی رو میگین تاییدش میکنین و مردم دیگه هم علاقه دارن، شما اونو الگو قرار بدین، رفتارها رو تکرار کنین، با خودتون تمرین کنین. میتونیم ما مهربان باشیم، میتونیم آدمها رو دوست داشته باشیم، میتونیم به همه احترام بذاریم. اینا وظیفه من به عنوان یک انسان که هم خودم رو
شاد نگه دارم و هم آدم‌های دیگر رو بهشون احترام و ارزش قائل باشم و دوستشون. من همتون رو خیلی دوست دارم، برای همتون اهمیت و ارزش قائل هستم. همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم و تا شب خوبی داشته باشید. قربون شما، روزیم اینجا، شما شب ما ساعت 12 ظهریم، شما دیگه ایران شبه، ایران شبه. شاد باشین و خوشحال. من خانواده شما قربونتون برم. من خیلی سپاسگزاری میکنم، قربون شما، از آقای مهندس اندرو. و ببخشین که یه خورده ساعت تأخیر شد. تا درودی دیگر بهتون خداحافظی میکنم. و این کتابا رو هم گفتم از وبسایت من برید سفارش بدی. تمام ویدیوهای تلویزیونی من، تمام برنامه های اینستاگرام من، همشون توی وبسایت من هست، یعنی همه رو میتونید مجموعه اونجا ببینید. و به هر حال باز تشکر میکنم و تا درودی دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و موفق باشید. قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن، دکتر پروین نظامی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، تقدیم میکند. نویسنده و منتشر کننده کتاب های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور، دکتر پروین نظامی، عضو انجمن روانشناسان امریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی امریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946.